آنچه که در سفر به عراق اتفاق افتاد به نظر من یکی از نمونه های بسیار بارز دیپلماسی عمومی از طریق برخوردهای شخصی یک رئیس جمهور بود در روابط. این سبک ویژه آقای دکتر پزشکیان هم در بغداد به اصطلاح تأثیرات خودش رو گذاشت، هم از اون بیشتر در منطقه اقلیم کردستان و در منطقه شیعه نشین بصره. در کردستان به طور خاص خب تسلط ایشون به زبان کردی و اون روحیه متواضع و خونگرم ایشون در برخورد اصلا فضا رو به طور کامل از این رو به اون رو کرد. خب ما در به خصوص در دو سه سال اخیر شما مستحضر هستید، یه برخی مسائل و مشکلات حالا در حوزه امنیتی و اینها در با منطقه اقلیم پیش آمده بود که منجر شد به یک توافقنامه امنیتی و این توافقنامه در حال اجرا بود، و ولی این سفر شاید چند سال ما رو جلو انداخت در هم در واقعا روابط خودمون با اون منطقه به طور خاص. خب آقای دکتر عرض میکنم با اون تسلطی که داشتن رو زبان کردی یک تعامل خیلی مثبت و قابل توجهی رو تونستن برقرار بکنن. مذاکرات البته به زبان فارسی صورت میگرفت، ما به لحاظ بالاخره پروتکل هایی که داریم سران کشور سران سه قوه در با زبان فارسی مذاکره میکنن، ولی ایشون خب قبل از مذاکره، بعدش، در حین مذاکره، بعضن با خوشبش هایی که انجام میشد به زبان کردی، شوخی هایی که میکردن، خاطراتی که به طور مشترک داشتن با اونجا و بعد مصاحبه هایی که یکی دو تا مصاحبه کوتاه به زبان کردی انجام دادن، به طور کامل فضا رو تحت تاثیر خودشون قرار دادن اونجا و واقعا یک شوق و وجدی رو آدم در طرف های مقابل و طرف های کرد میتونست مشاهده بکنه. این خب در منطقه کردستان عراق خیلی ویژه بود به خاطر عرض میکنم بحث زبان، و خیلی راحتشون ارتباط برقرار کردن. به نظر من شاید کار سالها دیپلماسی عمومی، فرهنگی، رسانه‌ای، ارتباطات مردم، اینا همه رو ایشون در یک نصف روز انجام دادن و کار رو جلو انداختن. این رو واقعا بدون مبالغه و بدون اینکه بخوام مداهنه بکنم دارم عرض میکنم.